سلام دوستان شبکه بیوگرافیا فیلم بوری دارم که با ما پیوست هستید و همیشه نوارهای ما رو تماشا میکنید. امروز ما درباره یکی از اکتور مشهور فیلم چوخور علی چو حرف میزنیم. نام اصلیش رضا کوجاوغلو 19 مارس 1979 در شهر ازمیر ترکیه تولد شده است. دوران مکتبیش رو در زادگاهش گذرانیده است. رضا کوجاوغلو بعد دانشگاه ازمیر داخل شد. دانشگاه دارای نام دوکوز ایلول یونیورسیتی می باشد که با زبان روسی همچون نام یونیورسیتی دویت سنتیبر ترجمه شده است. این دانشگاه این نام رو بنابر آن گرفته است که 9 سنتیبر سال 1922 ارتش ترکیه در جنگ با یونانی ها به شهر ازمیر وارد شد. رضا کوجاوغلو به شعبه اکتوری داخل شد و آنجا حیات خود را به کینو پیوست کرد. پس از ختم مکتب او اولین پیشنهاد خود را برای نقش آفری در فیلم گرفت که این لحظه در کاریای او نقطه ابتدایی حسابیده می شود. نخستین ثبت رضا کوجاوغلو در نوار برداره در سن 22 سالگیش راست می آید. نقش اولین خود را سال 2001 در فیلم با من موفقیت بخواهید یا پجیلیت منه اوداشه به دست آورده است. فیلم درباره یک کارمند اوجانسی تبلیغاتی بخشیده شده است که برای او کار روحی خلاصی از حیات او در زیر بوم مادر حکمرانش می باشد. وی نقش بهادر یورسبین را بازی کرده است. وی در این فیلم اینچنین برای خود یک شخص مهم را بازی کرده است، زیرا این اولین نقش او به حساب می رفت. سال 2004 در یکچند سریال ها نقش بازید. سریال گشت و گذار شبانه با او اولین شهرت ابتدایی را آورد، اما دوامی 5 سال آینده با او در نوار برداری یکان نقش پیشنهاد نشد. اما بودن نقش هایی که پیشنهاد شدن ولی خورد نقش هایی که نظرناگیر بودن. سال 2009 وقتی که او را برای نقش اساسی در سریال ازل تصدیق کردند و او نقش تمیزی دهشتناک را بازی کرده است. قله شهرت به فیلم کوزه گونه راست می آید که در آن نقش کاملا مقابل آن در فیلم ازل پیدا شد. او با اجرای نقش گوناگون مثبت و منفی مهارت اکتوری او را نشان داد و نقش علی گونتر را بازی کرده تماشابینان را به خود عاشق ساخت. یک شخص صادق و خوب را بازیده است، اما در نهایت اون میمیرد و تماشابین را در این لحظه حتی گریان میکند. در سال 2016 فیلم بوی بهتر اندوشی ارمت به نامش در آمد که در آن قهرمان ما نقش اساسی را صاحب شد و با توبه اون سال در تندم بازی کرد. فیلم درباره اون است که چگونه حکن و دریا دوست بودند و بعدم به یکدیگر عاشق شدند. دختری به دنیا آمد اما دریا وفات کرد. حکن مدت دراز از تکان زندگی برآمده نتوانست. دریا نگذشته او با دختر جمدن شناس شد. اونها دوست شدند و زحمتهای احساسهای یکدیگر را تبابت کردند. این فیلم چنان شور و غوغا را برداشت که قرار شد قسم دویم این فیلم را به نوار گیرند. رضا کوجاوغلو با شرافت سریال در داخل و نوتر مشهورتر گردید و نقش دیوان را بازی کرده است، یک مرد دهشتباری خونالود که برای سردارش کار میکند. حالا وی سلسله فیلم جنایت های چوخور را به نوار گرفته شده است. این فیلم نیز خیلی جالب بوده. الکه چند فصل آن روی نوار و پیشکش مخلصان گردیده شده است. در فیلم نقش دیوانه را با نام علیچو بازی کرده است که خیلی جالب و دیدنی نقش آفره کرده است. با شما توصیه میدهیم که فیلم را تماشا کنید و بهای خود را در زیر شرح به علیچو نویسید. رضا کوجاوغلو با اکتریس هزل صوبهشی زندگی میکند. آنها در صحنه سریال چوخور و خوردند، یعنی زندگی آنها نیز از فیلم چوخور آغاز میشود. اکتور خواهر با نام اوزگی کوجاوغلو دارد. خب به دوست شهر رضا این سیاحت است و همراه دوستش در تمام امریکای لاتینی گشت و گذار نموده است. اینجوری رضا کار کردن را دوست می‌دارد و کار خود را بهترین می‌حسابد. او خود را در اجرای وظیفه راحت حس می‌کند. باید گفت که رضا کوجاوغلو در زیاد از 26 فیلم نقش آفرایی کرده است که برخی آنها را با زبان روسی پیشکش شما میکنیم. سال 2019 در فیلم ارگینز اسرار در نقش رضا. سال 2018 کلوب نیوداشنیکوف در نقش مراد. سال 2017 لوچی ارامات میره در نقش حکان. سال 2017 در فیلم چوخور در نقش علیچو.
سال 2016 در فیلم ظالم استانبول، سال 2016 در فیلم ونوتره در نقش داوود، سال 2014 ولیکی سیشک فیلینتا در نقش جلال، سال 2013 در فیلم انقره گرید در نقش بهزاد و غیره ها بازی نموده است. این بود معلومات کوتاه درباره علی چوب. با کانال آبونه شوید و نوورهای نو را انتظار شوید.